سلام و درود خدمت همه شما بیننده های خوب شبکه 107 پارس، دوستان عزیز سیگنالی، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که هر کجا که هستین شاد و تندرست باشین. یک جمعه دیگه شد، ساعت 12 ظهر به وقت ایران مهمان خانه های شما هستیم با یک برنامه جالب و یه تغییر خیلی کوچیک دیگه که الان شاهدش هستین. رضا جان امروز همراه ما نیستن به دلیل مشغله کاری که داشتن و به جای اون برادر حمید همراه ما هستن. امروز خیلی خوشحالیم که حمید جان امروز همراه ما هستیم و با ما امروز با برنامه. ممنون از لطف شما. درود بر بینندگان برنامه سیگنال، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خوشحالم که در خدمتتون هستم امروز. سپاس. همین جا شنیدم که تم شعر و شاعری خیلی خوبی هم داری، چطور که برنامه امروز رو با یک شعر واسه ما شروع کنیم؟ چشم، حتما. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. سپاس، خیلی خیلی زیبا بود. ممنون بابت شعر زیبایی که خوندید. و اما موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، موضوعی که امروز امروز صحبت میکنیم در مورد افراط و تفریط هستش که همه ما داخل، میشه گفت یه بحث بسیار گسترده هستش که توی زندگی روزمرهمون همه ما شاهدش هستیم و شاید خیلی ببینیم این رفتارها رو. و میشه گفتش که بین مرز، حالا اون نقطه تعادلی که داخل زندگی هست و این یه مرزی وجود داره که یه مرز خطرناک شاید که باعث میشه که از یک طرف افراط و از یک طرف هم به تفریط بکشه، که حالا ما باید خیلی حواسمون باشه که باعث نشه که با این افراط و تفریط از پرتگاه سقوط کنیم و زندگیمون مختل بشه. چیزی هستش که امروز میخوام در موردش بیشتر صحبت کنیم با هم دیگه به همراه کارشناسان برنامه. پس با ما همراه باشین امروز که بتونیم این موضوع رو با هم بررسی کنیم. یکی میخوام موضوع رو با یک مثال خیلی کوچیک شروع کنم. میشه گفتش که برای مثال اگه داخل بدن خود ما مقدار اکسیژنی که به داخل ریه هامون میدیم مسلما به همان حجمی هستش که حالا دی اکسید کربن رو از ریه هامون خارج میکنه، و در کل میشه گفتش که این بدن ما از یک قانون تعادل داره استفاده میکنه. دقیقاً مثل تعادلی که به اندازه هست که روی تناب برای خودشون ایجاد میکنن باعث میشه که اونا بتونن اونجا بمونن و پایین نیفتن. کاملا درست. مثال خیلی جالبی بود. اتفاقا میشه گفت تعادل اونا هم معمولا یا حالا توسط دستاشون ایجاد میشه یا اون چوبی که در دستشون تعادل اونا رو نگه میداره. اگه توجه کرده باشین دقیقا نقطه وسط اون چوب رو در مرکز بند قرار میدن که تعادلشون به هم نخوره. و میشه گفت خیلی، همونطور که گفتم، مرز خیلی حساسی وجود داره. اون نقطه حساسی هستش که اون دقیقاً بتونه خودشو حفظ کنه. واقعا که فکر می‌کنم که کار خیلی سختی هم باشه. دقیقاً. افراط و تفریط در زندگی هر کدوم از ما میباید مثل این بند بازی باشه که روی بند سوار شده که ما هم از روی خط زندگی پایین نیفتیم. تفریط در لغت به معنی کم گذاشتن و افراط به معنی زیاد روی کردن هستش. تعادلی که توسط دست‌ها برای بدن ما ایجاد میشه توی اون مثالی که شما گفتین، در مثال بند بازی مسلماً ما وسعت کنیم اون تعادل رو از نظر فکری هم در ایجاد کنیم در خودمون و بتونیم در زندگی چنین تعادلی رو داشته باشیم. دقیقاً. البته این بستگی به خودمون هم داره که چطور از مغزمون استفاده کنیم. تمام جهان هستی از نظر قانون تعادل بهره گرفته و هیچ چیزی از تعادل خارج نیست. دقیقاً. مگه اینکه ما انسان ها اون از حالت خودش خارج کنیم، که مثلا خیلی همین کار داریم انجام میدیم و روز به روزم بیشتر میشه و با دست بردن داخل این قانون سعی میکنیم که تعادل رو به هم بریزیم. تعادل کل جهان رو. دقیقاً. مثل زیاده خواهی ما انسان ها در طول تاریخ همیشه مشهود بوده و قابل لمس و همیشه به دنبال بیشتر خواستن هستیم. حالا به هر قیمتی هم که باشه اصلا برای اون مهم نیست که چی و چه شکلی و از کجا به دست بیاریم. شاید دقیقاً، شاید مثل خیلی الان که خیلی به قیمت از دست دادن جان خیلی از عزیزان و مردم داره میشه گفت انجام میشه و به عدت زیاد خواهی یه سری از افراد هستش که مسلما این روزها داریم شرایط سختی رو میگذرونیم. دقیقاً. اصلا اگه بخوام این بیشتر خواستنی که شما گفتین رو مثال بزنیم، از همون روز اولی که انسان در باغ عدن زیاد خواهی رو انتخاب کرد شروع شد و تا هم اکنون این زیاد خواهی به شکل‌های مختلف داره خودش رو نشون میده. دقیقاً مثل یه جنگ میمونه. جنگ برای زندگی و به دست آوردن مناطق بهتری برای زندگی کردن و زیستن و تسخیر جهان و هر چیز دیگه ای رو که ما تو زندگیمون باعث میشه که تغییر به وجود بیاریم. و این افراطی بودنی که در بشریت همیشه بوده و بشریت اون رو تجربه کرده و باعث میشه بقیه رو اصلا در نظر نگیریم و فقط خودمون رو در نظر بگیریم.
دوستان عزیز، یه مقدمه کوتاهی بود که با هم داشتین در خصوص موضوع برنامه که افراط و تفریط هستش. با ما همراه باشین تا ببینیم گزارشی رو که دوستان در خصوص این برنامه تهیه دیدن رو با هم ببینیم و بعد برمیگردیم همراه شما خواهیم بود. نقطه تضادی که بتواند افراد و تفرید را دربر بگیرد فقط میتواند تعادل باشد. کلمه ای که برای همه ما آشناست، ولی چقدر آن را در زندگی به کار میگیریم بستگی به هر کدام از ما آدم ها دارد. سوالی که میتوانیم از خود بپرسیم این است: در طول زندگی در بخش های مختلف چه جایی افراط کردیم و در چه جایی تفریط؟ اگر منصفانه به گذشته خود نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که در جاهایی کمکاری کردیم و در مواردی دیگر زیاده روی به خرج دادیم و البته نتیجه هر کدام از آنها را در زندگی تجربه کرده ایم. کمکاری نشانه ای از تنبلی است و ممکن است که ما در گذشته این رفتار را یاد گرفتیم و با تکرار آن در زمان به ما غلبه کرده و تبدیل به تفرید شده باشد. زیاده روی در هر بخشی هم یک نوع رفتار اکتسابی است که با تکرار کردن آن به عادت تبدیل خواهد شد و اسیر آن می شویم. اسیر شدن به هر عادتی و هر چیزی ما را به سمت اعتیاد به آن هدایت می کند. افراد و تفرید در هر بخشی چنانچه به صورت همیشگی باشد خود یک نوع اعتیاد به حساب می آید. افراد و تفرید در هر فرهنگ و هر منطقه‌ای با هم متفاوت است. البته نقاط مشترکی همیشه وجود دارد که نمی توان آن را به همه جوامع نسبت داد. در جوامعی افراد در تجمل گرایی، افراد در استفاده از لوازم آرایشی، افراد در عملهای زیبایی و افراد در خیلی موارد دیگر به چشم می خورد و نقطه مقابل آن می تواند تفرید در انسانیت، تفرید در ارزش گذاشتن به اخلاقیات، تفرید در پایمال کردن حق دیگران و خیلی از مسائل دیگری که جوامع را به سمت خوبی رهنمون نمی کند باشد. اینها مواردی هستند که در جوامع مطرح است، ولی جامعه را چه کسی شکل می دهد به غیر از انسانها؟ و این آدمها هستند که با رفتارهای خود در هر بخش و زمینه‌ای می توانند جوامع را به سمت چنین تفکری هدایت کنند و اینها توسط خانواده ها و رسانه ها آموزش داده می شود و یا تبلیغ می گردد. افراط‌ها و تفریط‌ها برای هر کدام از انسان‌ها در طول حیات پیش می‌آید و این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم که به حالت تعادل برگردیم یا مسیر قبلی را ادامه دهیم. همیشه دو کشمکش درونی در ما هست که می‌خواهد ما را از تعادل خارج کند و به سمتی بکشد که آن کشش قوی‌تر است. خب بینندگان عزیز، گزارش رو با هم دیدیم. امیدوارم که لذت برده باشین از این گزارش. میخواستم در مورد اون سنگای اولش رو که دیدین یه موضوع کوتاهی رو براتون بگم. من یه سری سنگ پیدا کرده بودم که خیلی خوشم اومده بود که اینا رو بچینم رو هم مثل همون برنامه که دیدین. موقعی که میخواستم بچینمشون رو هم دیدم رو هم وای نمیسن. چرا؟ چون این سنگا با هم دیگه مچ نبودن، تعادل نذاشتن. یعنی بعضی سنگای صافی رو رفتم پیدا کردم اینجوری چیدمشون رو هم و متوجه شدم اونجا که هر چیزی که تعادل داشته باشه، هر چیزی که میشه گفت
خیلی مرتب و منظم باشه، یعنی هر راحت میشه بقولم در کنار. آره همیشه پس اون شکلش اندازش این چیز مهم هستش که بتونیم اونا رو هم بچینیم، نه که هر سنگی رو انتخاب کنی. آره نمیشه به هر طریقی. آره رفتم سنگای صافو پیدا کردم چیدم، خیلی هم خوشگل شد، اصلا لذت بود. در حقیقت واقعا یاد این سنگو دیدم، حالا شما این کارو انجام بده، من یاد بازی هفت سنگ افتادم که قبلا انجام میدادیم، نمیدونم شایعت باشه شما که سنگا رو همینجوری رو هم میچیدیم و بعد سنگای صافو پیدا میکردیم و هم سوار بازی میکردیم با توپ میزدیم. خلاصه یادش بخیر. دقیقاً. اما در موضوع برنامه بیشتر صحبت کنیم. در دنیا به هر چیزی که نگاه کنیم تعادلی در اون میبینیم. این تعادل باعث بهتر شدن هر اموری میشه که حیات به بهترین شکل ممکن برای زمین ادامه داشته باشه. دقیقاً. برای مثال اگه بخوایم مثال کوچیک بزنیم، اگه هوای سرد داریم، مسلما هوای گرم هم در اقلیم جهانی وجود داره و میشه گفت به تعادلی، به یه تعادلی در این خصوص رسیده که کل جهان رو در بر گرفته. این تعادل میتونه هم از کارهای شخصی مون شروع بشه تا کارهای بزرگتر جهانی. این موضوع اونقدر گسترده است که تمام ابعاد زندگیمون رو میتونه در بر بگیره، میتونه شامل بشه. کاملا درسته. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، تعادل در خوردن، خیلی از ما کم خوراک هستیم، خیلی‌ها بیش از حد غذا می‌خورن، خیلی‌ها کم غذا می‌خورن. این تعادل در کار کردن، بعضی‌ها اونقدر کار می‌کنن و تمام وقتشون رو صرف کار کردن می‌کنن که یادشون میره که زندگی کنن، یا یه جورایی میشه گفتش که فکر می‌کنن که هر چقدر بیشتر کار کنن میشه گفت کار خیلی مهمتری رو انجام دادن و فرد مهمتری هستن. یا همیشه که من سرم خیلی شلوغه، یه تفکر اینجوری افراطی پشت این حرف‌ها و این کارها هستش. یا مثلا تعادل در رفتارمون باید داشته باشیم، تعادل در برخوردامون، محبت کردن دشمنی ها، مسلماً یه تعادل باید وجود داشته باشه، یه مرزی بینش داشته باشه که بتونیم زندگی راحتی داشته باشیم. یا حتی تعادل در خواب که میشه گفت از کوچیک، یعنی یک فرد کوچیک تا بزرگ، همه ما با این مسائل روبرو هستیم. دقیقا همطوریه. به عنوان مثال اگه ما تعادل برای کار کردن در زندگی رو رعایت نکنیم، مجبوریم از وقت استراحتمون بزنیم، یا مجبور میشیم کمتر با خانواده وقتمون رو بگذرونیم، و این مسائلیه که میتونه مسائل دیگه ای رو برامون به وجود بیاره، یعنی که مسائلی که به ضررمون میشه. دقیقا همونطور که گفتم شروع میکنیم انقدر کار میکنیم، انقدر از وقت کار کردن فراموش میکنیم، از وقت گذرونه با فرزندانمون، از وقت گذرونه با خانواده انقدر میذاریم. دقیقاً که البته خب یه ذره میشه گفت تعادلی میشه کاملا تو شرایط امروزی، تو این که همه ما گریبان گیر یه بیماری شدیم، بیشتر فکر میکنم همه ما قدر این لحظاتمون رو میدونیم و باعث شده که خیلی بیشتر بیایم سعی کنیم تعادل داشته باشیم. دقیقاً توی زندگی کمتر، حالا نه که کمتر کار کنیم، به اندازه کار کنیم، به اندازه نمیشه کار کرد. دقیقاً. به خانواده‌ام توجه کنم. کاملا درسته. مثلا اگه ما افراط و تفریط داشته باشیم برای خوابیدن، همونطور که گفتم اگه بیش از اندازه بخوابیم، برای مثال مثلا هر چه بیشتر بخوابی بی‌حال‌تر میشی، و همین که حال روحی خوبی نداریم، حال جسمی خوب نداریم، مسلماً به کارهامون هم نمیرسیم و وقتمون رو دست میدیم، یا یه جورایی باعث میشه که ناامید بشیم و زندگی واسمون خیلی سرد بشه و دل سرد بشیم از زندگی. حالا برعکسش کم خوابی، اگر کم خوابی بکشیم به سیستم دفاعی بدنمون آسیب میرسونیم و همش کلافیم و کارهای روزمرهمون رو نمیتونیم درست انجام بدیم. پس میانه رو بودن در هر زمینه میتونه تعادل ما رو حفظ کنه و این تعادل برای ما تو زندگی به وجود بیاره. دقیقاً میانه رو بودن واقعا میشه همون افراط و تفریط دیگه. دقیقاً. زیاد بخواب، نه کم بخواب. دقیقاً. ساعتشو بگیر. راحت بخواب. بله. در مورد میانه رو بودن صحبت کردیم، واقعا این اعتدال فکر می‌کنم داخل زندگی همه ما مهم هستش، و اینکه بدونیم که به راستی نقطه اعتدال کجا هستش و ما چجوری میتونیم زندگیمون رو بر اساس این اعتدال بنا کنیم تا بتونیم یه زندگی خوبی داشته باشیم. و فکر می‌کنم که اگر که بتونیم درست از اتاق فرمان میگن که بله، میگن تماس با کشیش آلبرت عزیز برقرار شده. فکر می‌کنم اگه تماس برقرار شده باشه، بریم سلام بفرستیم با کشیش آلبرت عزیز که ببینیم از نظر کلام خدا در مورد موضوع افراط و تفریط چی می‌خوام برای ما بگم، و خوشحال میشیم که امروز هم صحبت‌های ایشون رو در زمینه بشنویم. شما برکت بگیرید. دقیقاً. تماس ما برقرار شده با کشیش آلبرت. بله، درود بر شما کشیش آلبرت عزیز. کشیش آلبرت عزیز. خوشحالیم که شما رو این هفته همراه خودمون داریم. درود خدمت شما و همه همراهان عزیز و گرامی سیگنال. من هم خیلی خوشحال هستم که همراه شما هستم با این موضوعی که شروع کردید. در همین آغاز برنامه من دعا میکنم تا روح القدس به من و به همه شما عزیزان این فیض رو عطا بکنه تا زندگی معتدل و نرمالی رو زیست کنیم که مسیح رو جلال بده.
چرا احتیاج به چنین زندگی نرمالی داریم؟ چون افراط و تفریط دو خطری هستند که زندگی نرمال و معتدل مسیحی رو تهدید کرده و تهدید میکنه. افراط و تفریط دو اشتباه هستند که هر دو از یک جنسن. اشتباه بودن اونها در اینه که از معیار راستی به دور افتادن، حالا به چپ یا به راست. یکی در زیاد انگاری، مبالغه و گزافه، یعنی زیاد پررنگ کردن چیزی جلوه میکنه، و دیگری در بیهوده سازی، هیچ کارگردانیدن کاری یا زیاد کمرنگ کردن چیزی جلوه میکنه. و تنها درمان این دو درد، افراط و تفریط، یافتن تعلیم متعادل و تمسک کردن به اون تعلیم متعادله. افراط و تفریط رو میشه هم در رابطه با تعالیم نادرست یافت و هم در رابطه با تعالیم درست کتاب مقدسی. من در دو جنبه بررسی خواهم کرد. افراط و تفریط در تعالیم نادرست. تعلیمی رایج شد که متاسفانه به کلیسا هم رسوخ کرد، تحت عنوان اون فلسفه ناستیکی یا ناستیک. این فلسفه معتقد بود که جسم شریر، گناه آلود و بده و فقط روحه که خوب و نیکوه. تعلیمی که کتاب مقدسی نیست، تعلیمی نادرست بوده. اونهایی که معتقد به چنین تعلیمی بودن، به یکی از نتایجی که رسیدن این بود که چون جسم شریره، بده، گناه آلوده، ممکن نیست خدا در جسم ظاهر بشه. به همین دلیل تجسم عیسی مسیح خداوند رو انکار کردن. هرچند این تعلیم نادرست بود، اما در کلیسا از همون قرن اول دوم راه پیدا کرد. و وقتی راه پیدا کرد، همین تعلیم غلط، همین تعلیم نادرست به افراط و تفریط کشیده شد و در جوامع مسیحی نیز اثر خودش رو گذاشت. عده‌ای گفتند چون جسم شریره و نمیشه کاری بر علیهش کرد، پس باید ازش دوری جست. ازدواج کردن گناهه، بودن در اجتماعات گناهه، دست دادن گناهه، ارتباطات انسانی گناهه. پس به این نتیجه رسیدن که به کوه و دشت و بیابان بزنن و یک زندگی در انزوا رو داشته باشن. این یک جنبه. از طرف دیگه ایده گفتن خب جسم که شریره، کاری هم نمیشه باهاش کرد، پس دیگه چرا خودتو اذیت کنی؟ راحت گناه کن، هر چقدر میخوای گناه کن. و از لذت بردن از گناه غافل نشو. ببینید، حتی زمانی که تعلیمی نادرست وجود داره، به جای اینکه کلیسا بیاد و بگه آن تعلیم کتاب مقدسی که مبنای زندگی معتدل مسیحیه چیه که بهش متمسک بشیم، اومدن و از طریق همین تعلیم نادرست به تفریط و افراط کشیده شدن. اما افراط و تفریط در تعالیم درست کتاب مقدسی هم دیده میشه. در اینجا برای نمونه به مسئله شراب خوردن بپردازیم. قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، نگاهی به افراط و تفریط موجود درباره شراب خوردن بپردازیم. عده‌ای معتقدند بر اساس امثال سلیمان فصل 31 از آیات 4 تا 7 شراب هیچ ایمانداری نباید بخوره. چرا؟ چون امثال سلیمان فصل 31 میگه از آیه 4، پادشاهان را نمیشاید، ای لموئیل، پادشاهان را نمیشاید، یعنی شایسته نیست براشون که شراب بنوشند، و نه امیران را که مسکرات را بخواهند.
مبادا بنوشند و فرایض را فراموش کنند و داوری جمیع زلیلان را منحرف سازند. مسکرات را با آنان که مشرف به هلاکتند بده و شراب را به تلخ جانان تا بنوشند و فقر خود را فراموش کنند و مشقت خیش را دیگر به یاد نیاورند. این افراد میگن بر اساس امثال سلیمان فصل 31 پادشاهان شایسته نیست براشون بخورن، ممکنه فرایض رو فراموش کنن و این مسکرات رو باید به اونایی که هلاک میشن بده. و میرن میرسن به مکاشفه فصل اول آیه شماره 6 که میگه او ما را در مسیح پادشاهان و کهنه ساخت، یعنی همه ایمانداران پادشاهان و کهنه هستند. وقتی این دو متن رو به هم وصل میکنن میگن اگر ما پادشاهان و کهنه شدیم، امثال 31 میگه شایسته نیست ما شراب بخوریم. پس در رابطه با شراب خوردن این عده به یک طرف کشانیده میشن که مطلقا نباید خورد، به دهنت هم نباید بزنی. و حتی به جایی میرسن که وقتی میگی مسیح در عروسی قانای جلیل آب رو به شراب تبدیل کرد، اونا میگن اون شراب اون روزی شراب این روزی نیست، اون شراب یه آب انگور بوده. این یک طرف. از طرف دیگه عده میان به این موضوع نگاه میکنن، منحرف میشن به جای دیگه. بر اساس متا فصل شماره 15 هم از آیه 16 به بعد عیسی مسیح فرمود و بر این آیه تکیه میکنن. عیسی گفت آیا شما نیست تا به حال بی ادراک هستید یا هنوز نیافته اید که آنچه از دهان فرو می رود داخل شکم می گردد و در مبرز افکنده می شود، لیکن آنچه از دهان براید از دل صادر می گردد و این چیز هاست که انسان را نجس می سازد. این افراد معتقدن، گروه دوم، که آقا اون چیزی که ما رو نجس میکنه ناپاکه چیزی نیست که بخوری، اون چیزی که از دلت خیالات بد بیرون میان، در نتیجه هرچقدر میخوای شراب بخور. خب هر دو برداشت اگرچه بر اساس آیات کتاب مقدسیه برداشت ناقصیه. چرا؟ تعلیمی صریح هست، تعلیمی خیلی ساده واضح آشکار. کتاب مقدس میگه مست شراب مشه. ما این رو میگه آن تعدیلی که وجود داره اینجاست. کتاب مقدس به ضد مستی میسته، اما کتاب مقدس نمیگه اگر به لبت بزنی، اگر بخوری شراب میری جهنم یا میری بهشت، هیچ کدومی نمیگه. اما میگه مست شراب مشوید. من و شما باید یاد بگیریم با آنچه کتاب مقدس میگه متمسک بشیم. اگر کتاب مقدس در بعضی جاها ساکته، ما هم یاد بگیریم ساکت باشیم و آن چیزی رو اختیار کنیم که زندگی نرمال و متعادل مسیحی میطلبه. در انتها میخوام اشاره بکنم به یک نمونه عملی که چقدر زیبا کلیسا ثابت کرد ما طریق اعتدال رو برمی‌گزینیم. در اعمال رسولان فصل 15 هم اولین شورای کلیسایی هست که در اورشلیم تشکیل میشه. عده‌ای اومده بودن و گفتن که در آیه 5 میگن اینها را، یعنی مسیحیانی که غیر یهود بودن، میبایست مراسم موسی رو نگه دارن تا پذیرفته بشن. یعنی منظورشون این بود اینهایی که یهودی نیستن از امت‌ها اومدن و حالا مسیحی شدن، مگه میشه اول برن مثل ما یهودی بشن و بعد میتونن بیان مسیحی بشن؟ مشکل بود. و میگفتن میبایست فرایض موسی رو نگه دارن. شورا تشکیل شد، شاگردان صحبت ها رو کردن و وقتی صحبت ها تموم شد قطعنامه ای صادر شد و در اون قطعنامه، خدا رو شکر، در اون قطعنامه ما اینطور میخونیم در آیه شماره 28، زیرا که روح القدس و ما ثواب دیدیم که باری بر شما ننهیم جز این ضروریات که از قربانی های بت‌ها و خون و حیوانات خفه شده و زنا بپرهیزید که هرگاه از این امور خود را محفوظ دارید
به نیکویی خواهید پرداخت و سلام. کلیسا نمیاد بگه آها اگر کسی محض فیض نجات یافته هر کاری میخواد بکنه بکنه، نجات یافته دیگه بره گناه کنه، مگه مسیح اون رو نبخشیده؟ کلیسا اینا نگفت. و کلیسا نگفت آها برای اینکه بخشیده بشی باید همه مراسم شریعت موسی رو نگه داری، شما هم باید ختنه بشی. نه، کلیسا باری بر اونا ننهاد که به ضد فیض باشه، اما بهشون نگفت یک زندگی کاملا آشفته داشته باشید در گناه. گفتن زندگی متعادل و نرمال مسیحی اینه به فیض متمسک بشی اما باید مقدس زندگی کنی. عزیزان، توصیه من به شما این هستش، هر وقت وسوسه میشید یا به راست بزنید یا به چپ، به افراط و به تفریط، از خودتون بپرسید که تا مقدس چی تعلیم میده، آن طریق معتدل و نرمال برای زندگی مسیحی چیه؟ آن را در کتاب مقدس خواهید یافت. هر چی هست اون درسته، جوابم براش نداشته باشم اون درسته، نتونم توجیهش کنم بهش متمسک میشم، چون اعتقاد من این هست کتاب مقدس کلام زندگی خداست و بهترین طریقه برای بیان ایمانم و اطاعت ازش در زندگی عملی. فیض عیسی مسیح خداوند با شما عزیزان باشه. سپاس از شما بابت صحبت‌های بسیار بسیار عالیتون. من که واقعا برکت گرفتم. ممنون بابت توضیحاتتون و ممنون که این هفته هم همراه ما بودین. روزتون بخیر باشه. ممنون، سپاس. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. بله، صحبت‌های بسیار زیبای کش آلبرت عزیز رو با هم شنیدیم. واقعا چقدر زیبا در خصوص موضوع صحبت کرد و همونطور که قبلش گفتم واقعا اون نقطه اعتدال کجاست، ما چجوری میتونیم زندگیمونو بر پایه این اعتدال بیان کنیم. میشه گفت واقعا توی کتاب مقدس همونطور که کش آلبرت به خوبی بیان کرد، ما میتونیم هر چیزی رو جوابش رو پیدا کنیم و بتونیم به خوبی. زیباست که میشه توی کتاب مقدس هر چیزی رو براش راه حل پیدا کرد. کاملا درسته. واسه چقدر خوبه که ما بدون تعصب و تفسیر شخصی داخل کتاب مقدس رجوع کنیم و بتونیم مشکلات و هر چیزی که داخل زندگیمون رو از اون طریق پیدا کنیم، راه حلش رو بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. آره، فرض میشه در مورد موضوع برنامه. بله. در برخی موارد شاید حساسیت در مورد خصوص یک موضوع و شاید میشه گفتش که ترس و حتی نترسیدن رو پی برده باشیم که باعث میشه که افراط و تفریط کنیم و این افراط و تفریط ها باعث میشه که به وسواس تبدیل بشه. بله، شنیدیم و شاید هم در اطرافیانمون باشند افرادی که در بحث همین کرونا یا کلا از خونه بیرون نمیرن و روزی چندین بار به صورت پشت سر هم دستاشون رو میشورن و اینکه افرادی که بدون رعایت کردن به هر مکانی میرن، میشه یه افراط و تفریط، یا نمیره بیرون یا اینقدر میره بیرون که باعث میشه هم خودش مریض بشه هم دیگران رو مریض کنه، یا اینکه یکی اصلا دستش رو نمیشوره یا اینکه اینقدر میشوره که دیگه پوست دستش. کاملا درسته. البته خب در چنین مواردی ما باید کاملا نکات بهداشتی رو رعایت کنیم، ولی خب اگه از حد بگذره تبدیل به یه وسواس میشه و باعث مختل شدن دیگر کارها و هم کارهای خودمون هم دیگران میشه. من یه چیزی که اتفاقا توی ایام کرونا شما مثال زدین متوجه شدم که حتی یکی از دوستان بود که انقدر واقعا افراطی باعث این پروتکل های بهداشتی رو جدی گرفته بود، انقدر افراطی، مخصوصا در اون اوایلی که کرونا تازه اومده بود، که باعث شده بود کودکان داخل خونه، اونا که واقعا درک دقیقی از این موضوع نداشتن از کرونا چی هستش، انقدر بترسن، انقدر این کرونا واسهشون مثل یه قول بیشاخ و دم بشه که به وسواس پیدا بشه که تمامی کارهای توی خونه‌ش خود کودک با دستکش و نمیدونم با ماسک و این چیزا انجام بشه، که حتی در آخر به میشه گفت با توصیه پزشک باعث شد که اونا واسهش یه جشن بگیرن، جشن از بین رفتن کرونا، تا اون بچه بتونه یکم آرامش پیدا کنه و آرامش به زندگیش برگرده. همیشه میگم واقعا چقدر این افراط و تفریط توی زندگی ما خودمون که تأثیر داره، هیچ توی زندگی کودکانمون چقدر تأثیر داره و چقدر باعث میشه که چون اونو واقعا انقدر دنیای اون دنیا رو کشف نکردن که بتونن به این راحتی با این مسئله دست و پنجه نرم کنن. من هم یاد یکی از دوستام افتادم تو همین زمینه افراط و تفریط، شاید باورت نشه حداقل میتونم بگم روزی 6 بار 7 بار میرفت حمام. اصلا نمی برای چی؟ یعنی انقدر این هر چیزی رو هر کاری رو زیاد انجام میداد، وسواس شدید، که اصلا ببینید چرا این کارو میکنی؟ کثیفم. و همین الان از حمام اومدی بیرون کثیفم.
نه این سری وسواس‌ها هستن که واقعا حالا به هر شکلی در هر شخصی نمایان میشه که حالا واقعا این افراد باید با روانشناس صحبت کنن یا با مشاور صحبت کنن تا بتونن بهتر بشه این وضعیتشون. نمیدونم اگر که روانشناس ما هم امروز تماسون باهاش برقرار شده باشه خوبه که امروز از ایشون بپرسیم در مورد خصوص در خصوص موضوع برنامه. اگر که با ما هستن دکتر پریسای عزیز درود میفرستیم بر شما. دکتر پریسای عزیز خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هست. درود بر شما حمید عزیز و نیلوفر نازنین. من بسیار خوشحالم که آدینه دیگه ای رو در خدمتتون هستم. سپاس از شما. خیلی خوشحالیم که با ما هستین دکتر پریسا. ببینید که بعد از رضا همراه ما نیستن امروز و با همین جان هستیم که بخواد امروز با همون سوال بپرسه در خصوص موضوع برنامه صحبت کنه. ولی خب همونطور که خودتون هم میدونید موضوع امروز بحث خیلی گسترده‌ای هستش در مورد افراط و تفرید. خیلی خوشحال میشیم که شما در این خصوص صحبت کنین و راهکارهایی رو در این خصوص به ما بدین. درسته نیلوفر جان. بحث در واقع افراط و تفرید یک بحثی هست که ما توی روانشناسی توی مسیرها و در واقع شاخه‌های مختلفی اون رو بررسی میکنیم. بخش اولی که خیلی دوست دارم صحبتام رو باهاش شروع بکنم این هست که هر چیزی خارج از بالانس و تعادل در واقع مضر هستش و میتونه باعث تخریب‌های جسمی و روانی بشه. بخش جسمیش رو همونجور که همه ما آگاه هستیم میبینیم که وقتی که از تعادل خارج بشیم و رفتارهای انجام بدیم که در واقع ما رو از مسیر بالانس و تعادل خارج بکنه تأثیرهای منفی توی بدن ما خواهد گذاشت. این بخش رو توی سیستم روانشناسی ما بخش تأثیرات فیزیولوژی اسمش رو میذاریم. حالا این تأثیرات فیزیولوژی میتونه خیلی تأثیرهای متفاوتی داشته باشه. براتون یک مثال میزنم. شما اگر هر روز یک غذایی رو تکرار بکنید و هر روز اون غذا رو بخورید میبینید که در واقع تخریبهای جسمی که براتون میذاره میتونه مثل دفیشنسی و تأثیرهایی که روی ویتامینهای بدنتون هست رو ایجاد بکنه. یا اگر به طور مثال همیشه ما میگیم آفتاب میتونه درمانگر باشه برای بدن ولی بیش از یک اندازه شما توی آفتاب قرار بگیرید میبینید که همون آفتاب میتونه مضر باشه. پس در واقع یک بخشی از عدم تعادل یا همون افراط و تفرید بخش فیزیولوژی هست که من ربطش میخوام بدم به مغزمون. یک زمانهایی هست که ما رفتارهای خارج از بالانس و تعادل از خودمون نشون میدیم که ریشه اون ریشه در مغز ما داره و وقتی که ما مغزمون درست کار نمیکنه و نورون‌ها و هورمون‌ها به صورت تعادل و درست ترشح نمیشن میبینیم که رفتار ما دچار عدم تعادل میشه. به طور مثال اگر شما هورمون‌های درون بدنتون بیش از اندازه ترشح بشه شما امکان داره که رفتار وسواس‌گونه ای از خودتون نشون بدید و در عین حال کمکاری هورمون‌های درون مغزتون باعث میشه که شاید به صورت تنبلی جلوه بکنه و شما توی زندگی روزانه‌تون عدم تحرک رو تجربه بکنید. شاید دیده باشید که بعضی از افراد میگن که ما خیلی تلاش میکنیم از لحاظ درونی حتی آگاه هستیم که تنبل هستیم یا خیلی پرکار هستیم ولی توانایی کنترل رو اون رو نداریم و دائما هر چیزی رو به صورت افراط انجام میدیم. اونجا هست که ما توی بخش روانشناسی و روان درمانی حتما باید عملکرد ویتامین ها و هورمون های جسمی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که آیا علت کمکاری یک هورمونی میتونه مثلا به علت کمبود ویتامین D3 باشه یا کمبود ویتامین B3 باشه که میتونه تأثیر بذاره روی عملکرد فعالیت های روزانه ما. دوست دارم اینجا اشاره بکنم بعضی وقتا ما میبینیم که در واقع یه جوری بهتون بگم خارج از کنترل ما میبینیم که ما همیشه کسل هستیم و بدنمون خسته است. با تمام اینکه تلاش میکنیم صبح زود بیدار شیم، تلاش میکنیم خوب ورزش بکنیم ولی در این حال میبینیم هر چقدر تلاش میکنیم بدن ما پاسخ درستی به این تصمیم ما نمیده. برای همین هست که مراجعانی که میان پیش من همیشه بهشون میگم ریپورت ویتامین های بدنتون رو برای من بیارید، مخصوصا ویتامین D3 و B12 که متاسفانه کم بودن اونها حتی میتونه باعث مرگ بشه. به خاطر همین ما خیلی تاکید میکنیم که نقش ویتامین ها روی رفتار اکسسیو و افراط و تفرید خیلی تاثیر داره. پس این میتونه بخش فیزیولوژی باشه. بخش شناختی داستان این هست که
شما ویتامین های درستی دارید، مغز شما داره درست عمل میکنه، ولی عادت های اشتباه و رفتارهایی که از روی ناآگاهی شکل گرفته باعث شده که شما out of balance بشید و یا یک رفتار افراطی داشته باشید یا حتی برعکس اون اتفاق بیفته. من همیشه میگم که اگر بحث شناختی باشه، همه ما مسئول این هستیم که خودمون رو هر روز و هر هفته چک بکنیم و ببینیم که آیا رفتاری که ما انجام میدیم خارج از بالانس هستش یا نه، در واقع آیا خارج از اون تعادل قرار گرفته یا نه. و این تمرین فکر میکنم تمرین ساده‌ای باشه، ولی تنها کسایی این تمرین رو انجام میدن که براشون مهم باشه که رفتارشون و برخوردشون و زندگیشون چقدر نیاز به رشد داره. من فکر میکنم که اگر همه ما تصمیم بگیریم که توی زندگی روزانمون رشد بکنیم، هر روز و هر هفته باید خودمون رو بیشتر چک بکنیم، باید ببینیم که آیا رفتاری که توی هفته گذشته انجام دادیم ما رو از لحاظ روانی تونست سرو بکنه، آیا تونست ما رو از لحاظ روانی حمایت بکنه و ما رو در مسیر سلامت رشد بده یا نه. فکر میکنم یه بخشی از داستان افراد و تفرید به این برمیگرده که ما خیلی وقتها به اهمیت آنالایز کردن و آنالیز کردن رفتارمون پی نبردیم و دائما فکر میکنیم که رفتاری که دیگران میکنن شاید اشتباه باشه. ولی من همیشه میگم که همون جور که ما چک میکنیم که نمک غذامون کمه یا زیاد، باید چک بکنیم که نمک رفتارمون کمه یا زیاد، و این نمک رفتار ما برمیگرده به اون در واقع رفتارهای افراطی و تفریطی ما. چقدر ما به این آگاهی داریم که رفتارمون با فلان فرد خوب بوده یا رفتارمون با فرد دیگه اشتباه بوده؟ و در نهایت اینکه وقتی که شناخت کافی داشته باشیم و خرد خودمون رو توی در واقع اون برخورد، توی اون عملی که انجام میدیم در نظر بگیریم، خیلی خوب میتونیم آگاه باشیم که گاهن ما عادتهای اشتباه داریم، گاهن ما یاد گرفتیم که زیاد بخوابیم، یاد گرفتیم که غذا زیاد بخوریم. یک روش خیلی جالبی هست که برمیگرده به در واقع چین و ژاپن باستان، که البته یک کتاب خیلی خوب هست که من دوست دارم معرفی بکنم به عزیزان. این روش به اسمی که داره میگن روش ایکیگای، و این روش ایکیگای روش درست زندگی کردن رو به افراد یاد میده. به طور مثال صبح زود بیدار شید و حتما از آفتاب بهره بگیرید، و تمام این روش هایی که توی این کتاب یاد میده در واقع شما رو توی مسیر متعادل نگه میداره. و خیلی جالبه، شما وقتی که این روش های خیلی ساده رو پیش میگیرید، میبینید که خیلی قشنگ به اون تعادل و بالانس رفتاری و فیزیولوژیکی برمیگردید. و در نهایت اینه که دوست دارم جمله هامون رو با یک جمله خیلی خوب از یک بزرگی به اتمام برسونم. هر چیزی خارج از بالانس سم هستش. میتونه غذای زیاد باشه، میتونه رفتار بیش از اندازه باشه، حتی مهربانی زیاد، حتی دشمنی زیاد، هر چیزی بیش از حد میتونه سم باشه. چرا که من فکر میکنم که خیلی وقتا ما میگیم مهربانی زیاد خوبه، ولی وقتی خیلی مهربان باشیم با دیگران ولی اون فرد متوجه مهربانی ما نباشه، اونجا هم افراط و تفریط شکل میگیره. پس یادمون باشه درونن خودمون رو بررسی کنیم، حواسمون باشه که چه حرفی میزنیم، چه رفتاری میکنیم، چه فکری میکنیم، چرا که رفتار ما، فکر ما و احساس درونی ما باعث میشه که روزهای ما شکل بگیره. زندگی پر از تعادل، پر از عشق و آگاهی رو برای همه عزیزان آرزو میکنم. واقعا ممنونی، سپاس از شما دکتر فریسای عزیز، وقت توضیحات بسیار بسیار عالی تو مثل همیشه عالی بود، من که واقعا لذت بردم. سپاسگزاریم از این همه. یه سوال کوچیک. بله. خواهش می‌کنم. یه سوال کوچیک اینم، حالا شاید مرتبط با موضوع برنامه نمیدونم هست یا نه. یه سری افراد هستن به فرض مثلا این افراد تفریح در خودشون هست، مثلا میگن که من خیلی بهترین هستم و هر کس که مثل من نباشه مثلا به درد نمیخور به این فرض، یا مثلا که همه باید مثل من باشن، یا برعکس اون بگن که من واقعا دوستم مثل فلانی باشم چون مثل فلان شخص نیستم، اصلا آدم خوبی نیستم و به درد مثلا کاری نمیخورم و از این حرفا. دیدم در خصوص این موضوع هست، این افراط و تفریط میشه یا خودشیفتگی و از این حرفا، اگر که هر چه راهکاری واسه این افراد داریم.
ممنون نیلوفر جان، بسیار سوال زیبا و درستی رو شما عنوان کردید. 100% ما وقتی که تمام تلاشمون رو میکنیم که خودمون رو در نظر دیگران خوب جلوه بدیم، یا حتی تلاش میکنیم که رفتاری رو که به ما مرتبط نیست رو از خودمون نشون بدیم، اون رفتار حتی میتونه ما رو خارج از بالانس بیاره. در واقع اینجا میتونم بگم همون جمله‌ای که بهتون گفتم، ما باید تلاش بکنیم که خودمون رو بیش از اندازه در واقع مورد مشاهده قرار بدیم و وقتی که خودمون رو نگاه میکنیم خیلی وقتها میبینیم اصلا این کاری که ما داریم میکنیم یا زندگی که پیش گرفتیم مربوط به ما نیست و وجود ما و درون ما از اون شاد نیست، ولی به خاطر اینکه دیگری داره این کار رو میکنه ما تلاش میکنیم اون کار رو انجام بدیم. من فکر میکنم یک روش خیلی خوبی که ما رو در واقع توی مسیر تعادل نگه میداره اینه که خودمون رو بشناسیم، ببینیم علاقه هامون چیه، ببینیم که آیا واقعا زمانی که به دیگری میگیم این اشکال از رفتار تو بوده درست هست یا نه. نیلوفر جان، من در بین مراجعام خیلی دیدم که متاسفانه ما آدم ها یک عادتی داریم و تلاش میکنیم از دیگران ایراد بگیریم، ولی حواسمون نیست که باید اون آینه رو اول جلوی خودمون بگیریم، اشکالات خودمون رو در واقع رفع بکنیم و بعد به خودمون اجازه بدیم که به دیگری ایراد بگیریم. من فکر میکنم که اگر اول تلاش بکنیم که خودمون رو از آلودگی ها پاک بکنیم، حتی توی اون مرحله من فکر میکنم که به خودمون اجازه نمیدیم اشکالات دیگری رو رفع بکنیم، چرا که زمانی ما اجازه این رو داریم که به دیگری درس بدیم که از ما سوال شده باشه. حتی توی سیستم روانشناسی به طور مثال ما روانشناسا هیچ وقت دنبال بیمار نمیریم، بیمار هست که به ما زنگ میزنه یا مراجع هست که میاد که اشکالات رو حل بکنه یا دنبال راه حل بگرده. ولی اگر ما به هر دری سر بزنیم و بگیم که اشکال شما اینه، رفتار شما اینه، در واقع اینجوری هست که ما وارد یک مرز خصوصی توی زندگی افراد میشیم. پس یادمون باشه که برای زندگی متعادل اول از همه خودمون رو، روانمون رو، رفتارمون رو، فیزیک بدنیمون رو متعادل نگه داریم و اونجاست که یاد بگیریم که حتی صحبت کردن، قضاوت کردن و حتی نظر دادن نسبت به دیگران یک چیزی خارج از تعادل هست و ما هرگز نباید این کار رو بکنیم. و همین جان نیلوفر عزیزم، من فکر میکنم که اگر ما خودمون رو آری از این پاکی ها بکنیم و رفتار سالم و سلامت داشته باشیم، خیلی دقت بکنیم میبینیم که توی همه زمینه ها موفق تر میشیم و حتی آدم ها خیلی بیشتر به حرف ما اهمیت میدن و ما رو بیشتر قبول دارن. و متاسفانه این روزها همونجور که همیچون قبل از برنامه اشاره کردن گفتن که ما میبینیم که بعضیا زیاد دوش میگیرن یا دستشون رو زیاد میشورن به خاطر اینکه فکر میکنن که بیماری کرونا هستش، ولی مسئله اینه که هر چیزی خارج از بالانس میتونه تاثیر منفی بذاره و یادمون باشه که رفتار درست از فکر درست شکل میگیره. خودمون رو خوب نگاه بکنیم، آری از اشکال بکنیم، بعد شروع کنیم و به دیگران نصایح درست رو اعمال بکنیم. ممنون از شما دکتر پریسا عزیز، خیلی لطف کردین با توجه به تمام این اطلاعاتی که در اختیار ما و بینندگانمون قرار دادین. تا هفته آینده از شما خدافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشین. روزتون بخیر. شاد باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله، صحبت‌های زیبای دکتر پریسا شنیدیم، مثل همیشه عالی بود و امیدوارم که مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. دقیقاً. برای به موضوع برنامه در خصوص افراد و تفرید، حالا از لحاظ‌های مختلف صحبت کردیم، دکتر پریسا کشالبت عزیز هم به زیبایی در موردش صحبت کردن. اگه بخوایم در مورد اجتماع بحثی کم بزرگتر کنیم، در مورد اجتماع دقیقاً بخوایم صحبت کنیم، این رفتارهای اجتماعی که داخل کلا توی جامعه هستش، اگر از تعادل هم خارج بشن مسلماً اون هم به کل جامعه ضربه میزنه و از لایه‌های سطحی تا لایه‌های عمیق رفتاری و فرهنگ اجتماعی رو جربر میگیره. دقیقاً همینطوره. به طور مثال اونقدر مجوز تأسیس به مؤسسات مالی و بانکی دادن که موجب افراط و زیادروی اونها در جامعه شده و تخلفاتی رو در اونها روز به روز داریم بیشتر مشاهده میکنیم. کاملاً درسته. تخلفات تو این دسته از مؤسسات و بانک‌ها کسایی که داخل اون سرمایه‌گذاری کردن زیانایی رو وارد کرده که شاید برای بعضی از اونها واقعاً سختی به همراه داشته و شاید با اینکه طول کشته همچنان هم نتونسته باشن از زیر بار اون زیان ها بیرون بیان و همچنان هم مورد مشقت و سختی باشن. خب همینجا فکر میکنم که تا این حدود تا
تا این توضیحاتی که دادیم مقدمه رو داشته باشیم در خصوص موضوع برای با هم بریم با بخش پرستشی همراه بشیم و با برادر جیلبرت عزیز با صورت‌های پرستشی بسیار زیبا همراه بشیم. با ما باشید دوستان عزیز، برمیگردیم. باشید. سلام و درود خدمت دوستان عزیز، خدا را شکر میکنم برای وجودتون. امیدوارم هر جایی که هستید در خداوند شاد و پیروز باشید و خداوند رو ببینید. خیلی وقتا در زندگی ما واقعیت رو میبینیم که هست، حقیقت رو نمیبینیم، ولی خداوند میخواد چشمای ما دوخته بشه به خودش که حقیقت هست، راستی هست. و وقتی که بزرگی خداوند رو ما میبینیم، خیلی وقتا کوچیکی خودمون رو میبینیم، برای همین است که توبه میکنیم و خداوند ما رو شفا میده. در اشعیا باب 6 میگه در سالی که عزیای پادشاه درگذشت خداوند را دیدم که بر تختی بلند و رفیع نشسته بود. حالا خیلی سریع من اینو میخوام بگم که عزیای پادشاه یکی از بهترین پادشاهای عهد عتیق است، ولی در زمانی که این پادشاه درگذشت و امیدها از بین رفته بود، اون موقع بود که خداوند خودش رو نشون داد. خیلی وقت در ناامیدی ها خداوند میاد و جلال خودش رو آشکار میکنه. در سالی که عزیای پادشاه درگذشت اشعیا میگه خداوند رو دیدم که بر تختی بلند و رفیع نشسته بود و دامن ردایش معبد را پر ساخته بود. بعد میگه فرشتگان میخوندن قدوس 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 است خداوند لشکرها، تمامی زمین از جلال او مملو است. من در همین جایی که الان هستیم که استودیوی من هست، یک بار جلال خدا رو به طور خاص احساس کردم و روی زانوهام شروع کردم به دعا کردن و این سرود رو نوشتم روی زانوهام که از آسمان بریز آتش روح خود، جلالت رو نمایان کن و چشمانم رو بر می افرازم به سویت خداوند. چشمانم را برمی افرازم به سویت خداوندم، اعانت هم از جانب توست ای سرور و مسیح. دستهایم را برمی افرازم به سویت خداوندم، مشتاق دیدار تو پدر، آن حضور شیرین تو. چشمانم را برمی افرازم به سویت خداوندم، اعانت هم از جانب توست ای سرور و مسیح. دستهایم را برمی افرازم به سویت خداوندم، مشتاق دیدار تو پدر، آن حضور شیرین تو. از آسمان بریز آتش روح خود، جلالت را نما
به سویت خداوندم، اعانت ها از جانب توست ای سرور و مسیح من، دستهایم را برمی افرازم به سویت خداوندم، مشتاق دیدار تو پدر، آن حضور شیرین تو از آسمان بریز، آتش روح خود جلالت را نمایان کن، از آسمان بریز آتش روح خود جلالت را نمایان کن، از آسمان بریز آتش روح خود جلالت را نمایان، از آسمان بریز آتش روح خود جلالت را نمایان کن. بله ای خداوندم، جلال خودت رو نمایان بکن، بگذار که بزرگی جلال تو دیده بشه هر روزه، تا بتونیم در حضور تو فروتن بشیم، تا بتونیم یک بعد دیگری از قدوسیت تو رو، جلال تو رو ببینیم و در حیران و عجب باشیم و در نتیجهش پرستنده فروتنی باشیم که نام تو رو جلال بدیم. ای خداوند در زندگی تک تک ما جلال خودت رو نمایان بکن. آمین آمین. خدا شما رو برکت بده، باشد که جلال خدا رو در طبیعت، در زیبایی، در اطراف، در هنر، در مردم، در کلیسا، در حضور خدا، در کلام مخصوصا ببینیم و نام او رو جلال بدیم. خدا شما برکت بده. خداحافظ. سپاس از برادر جیبرت عزیز با سرودهای پسیجی زیباشون. ما که برکت گرفتیم به شخص، امیدوارم که شما بینندگان عزیزم برکت گرفته باشید. برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه‌مون، یعنی افراط و تفریط. افراط و تفریط فقط برای دیگران نیست، برای ما هم این رفتار در طول زندگی پیش میاد. ممکنه در ارائه رفتاری زیاده روی کنیم، ممکنه اینقدر کوتاهی کنیم که به خودمون آسیب بزنیم. کاملا میشه گفت اینکه زندگی رو بیش از حد رها کنیم خوب نیست، که حالا بگیم که چون میگذرد غمی نیست و از این حرفا، یا اینکه بیام اینقدر خودمون رو توی فشار قرار بدیم که زندگی واسمون سخت بشه. پس بهترین حالت همون تعادلی هستش که میتونه ما رو مثل همون بندبازی که شما اول برنامه مثال زدید روی خط زندگی حفظ کنه. دقیقاً این چیزی که گفتی، من یاد فرعون تو زمان موسی افتادم که با افراط و زیاده روی در پافشاری بر تصمیمش چه بلاهایی سر سرزمین مردمش آورد. این سختی برای رهایی قوم برای او مشکلات زیادی رو به وجود آورد. دقیقا میشه گفت قوانینی که توسط انسان‌ها در طول قرن‌ها شکل گرفته و میشه گفت در خیلی از بخش‌های اون افراط و تفریط وجود داشته، باعث شده که هم به خودشون، مثل این مثالی که شما زدید، هم به خودشون زیان زیادی وارد بشه هم به دیگران. انسان همیشه آگاه به تمام مسائل روز دنیا نیست و اطلاعات ما در جهان نسبت به موضوعات مختلف محدوده. گرچه ممکنه در بخش‌هایی هم رشد کرده باشیم، ولی در هر صورت بخوایم نگاه کنیم نمیتونیم بگیم ما کاملیم و از هر چیزی اطلاعات کاملی داریم یا به هر چیزی واقفیم. دقیقا من فکر میکنم که الان این چیزی که گفتی خوبه که ما توی الان توی موقعیت بیایم بریم با صحبت‌های کشیش جلیل سپهر همراه بشیم و اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم در خصوص کتاب مقدس و با ما همراه باشیم با
یک وجب سخن با که جدید سپهر و شعر و شاعری و با ما همراه باشیم. ما پیر جهان دیده نبودیم روزی که رسیدیم به ایام جوانی. بله، این صحبت خیلی از عزیزان بزرگسال ماست در سنین بالای 80-85. امیدواریم که عمرشون به کوها بپیونده و 120 سال به صلح و سلامتی زندگی کنند. ولی به ناله‌ای که در درون چنین یک طرز تفکری وجود داره دقت کنید. ما پیر جهان دیده نبودیم روزی که رسیدیم به ایام جوانی. در واقع اعلام میکنند که کاش زمانی که جوان بودیم، کاش زمانی که شروع میکردیم یک پیر دیر بودیم، دارای حکمت بودیم. این در واقع حکمت امروز را، تجربه امروز را، درک امروز را میداشتیم ولی نداشتیم، پس اشتباه رفت و تمام شد. رفت جوانی کجایی که یادت بخیر و حالام که اینجا هست. اما برادر و خواهر عزیزم، خوب دقت کنید، زمانی که من و شما جوان بودیم، البته شما خیلی اکثر شما جوان هستید، در این جوانی یک سطحی از دانش و معلومات دارید، تجربه دارید که در همون سطح دارید تصمیم میگیرید. بنابراین اگر تجربه بیشتری می داشتید حتما انتخاب بهتری می کردید. هرگز نگید کاش این کار را می کردم، کاش اون کار را می کردم. خب نمی تونستید بکنید، تجربیتتون نبوده. اما درمانی وجود داره در کلام خدا که این درمان بسیار عالی است و می تونه این دایره تأثر و تأسف زندگی رو از ما در واقع بگیره، ما رو از این دایره بیرون ببره و رهایی بده. و اون اینه که عیسی مسیح گفت وقتی که روح القدس بیاید، تو همون جوانی وقتی روح القدس بیاید شما رو به جمیع راستی هدایت میکنه. بله، شما رو از امور آینده با خبر میکنه، به شما اقتدار میده، قدرت میده که بتونید آن آگاهی، آن الزام، آن هدایتی که روح القدس کرده رو انجام بدید. به شما قوت خواهد داد که بتونید شاهد نیکویی های من باشید. این وعده عیسی مسیح است و به قول حافظ، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. بنابراین اگر جوانیم، اگر کوچکیم، اگر بی تجربه ایم، تأسف نخورید، ناراحت نباشید. یا اگر در سنین بالا هستید فکر نکنید چیزی رو از دست دادید، عمر به کمال کردید، با عزت به سلامتی به اینجا رسیدید. اگر چیزی اشتباه بوده، امروز الزام روح القدس هست. امروز اگر میگید ضعیفم، قوه جوانی رو ندارم، قدرت روح القدس هست. اگر میگید اون توانایی، اون فرصت ها رو ندارم، روح القدس اون فرصت ها رو برای شما خلق میکنه. بله، آمین، خلق میکنه. کلام خدا میگه که حتی وقتی روح خدا میاد، جوانان، دختران، پسران، کوچکان، پیران، بزرگان، همه میتونن درک کنن اراده خدا را، نبوت خدا را و اون رو اعلام بکنن. پس برادر و خواهر عزیزم، در قوت و فیض و سلامتی روح القدس باشید. شما رو به دستای مسیح میسپارم. امیدوار هستم که بایستید و بگید روح القدس، آنچه دیگران کردن، آنچه مسیح کرد، امروز میخوام منم بکنم. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، شما هم میتونید انجام بدید آنچه که مسیحا میکرد. آمین.
بله این بخش رو هم با هم دیدیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صحبت های زیبای کشیش جلیل سپر مثل همیشه عالی بود. فکر میکنم که تعداد پیام ها خیلی زیاد هست، شروع کنیم یه سری از پیام ها رو بخونیم و بعد با آیتم های بعدی برنامه در خدمت شما هستیم. میخواین اولین پیام رو شما بخونم؟ بخونم. فرهناز عزیز از در واتساپ برای ما فرستادن که عیسی مسیح گفت اینک راه نجات است، تا مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. کودکان مدام در حال وجد و شادمانی و شگفتی هند. کودکان راحت می خندند و راحت می بخشند. کودکان کینه به دل نمی گیرند. کودکان دنیای فانی را جدی نمی گیرند. کودکان رها و آسودند. روز جمعتون فرح بخش، ایام بگام. ممنون فرهناز عزیز، مرسی که برای ما پیام فرستادی. بله امیر هم در واتساپ ارسال کردن که توضیح های دکتر پریسا واقعا عالی، افراط و تفریط در هر چیزی بد هستش، اما آیا در محبت کردن افراطی هم بده؟ خب مسلما همونطور که دکتر پریسا هم توضیح دادن هر چیزی تعادلش مسلما خوب هستش. امیدوارم که صحبت های امروز رو شنیده باشیم و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رضای عزیز برای ما در واتساپ پیام فرستادن، میگوید اما ما مسیحیان نقابی به صورت خود نداریم و همچون آینه روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس میکنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجود ما انجام میدهد با جلالی روز افزون به تدریج شبیه اون میشویم. ممنون رضای عزیز، این حرفی که زدی واقعا عالی بود و دقیقا همینطوری که این روح القدس که در وجود ما هست باعث میشه که ما سعی کنیم که از افراط و تفریط دست بکشیم و اصلا سمتش نریم. مینا هم در واتساپ ارسال کردن که سلام، با وجودی که بیشتر مسائل زندگی باید متعادل و میانه رو بود، مثلا مسائل مادی و مالی و اقتصادی، یک جاهایی باید اسراف کرد، مثلا در عشق و محبت به پدر مادرم یا انسان دوستی و انسانیت، و یک جاهایی باید خسیس بود، مثلا در مقابل کسانی که میخواهند از در دوستی از انسان سوء استفاده کنند. باید در توجه به این با توجه به این افراد هر چند دوست و نزدیک خسیس بود تا صدمه نبینیم. به نظرم اسراف فقط در عشق و پرستش خدا و محبت به پدر مادر عالی هست. سپاس بابت پیامتو بینا جان. اصغر هم در تلگرام برای ما پیغام فرستادن، نداشتن نظم و انضباط شخصی موجب میشه نتونیم در شرایط خوب عمل کنیم. عباس هم ارسال کردن که سلام و درود، این موضوع دو دیدگاه داره، یکی برای اشخاصی که ایماندار هستن و دیگری افراد غیر ایماندار. از نظر من وقتی در خداوند زندگی میکنی و ایماندار واقعی هستی، هر کاری که از نظر خداوند نیک هستش پس زیاده روی معنایی نداره و هر چی بیشتر انجام بدی زیباتر و شبیهتره به خداوند میشی. مگر میشه در خدمت خدا، در خدمت کردن، محبت کردن، دوست داشتن وقتی توانش رو داری بیش از حد انجام ندی؟ البته این دیدگاه من نظر من هستش و نظر دیگران قابل احترام برای من میباشه. با تشکر عباس، سپاس بابت پیامتون. بله خب باز هم پیام بخونیم. امیر عزیز در واتساپ برامون فرستادن، درود خداوند و من به شما عزیزان مهربان، امیدوارم که حال همتون خوب باشه و سپاسگزارم برای برنامه‌های پرمحتوا و عالیتون. سپاس از شما. آنهایت هم ارسال کردن که سلام و درود خداوند بر شما خادمین راستین، سپاس بابت محبت شما عزیزان خداوند، سپاس بابت پیام پر از محبتتون. فکر میکنم همینجا پیام ها رو نگه داری و با هم بخش بعدی برنامه که شهادت ایمانی خواهر سارینای عزیز رو با هم ببینیم و ببینیم که حضور خداوند در زندگیشون به چه شکل نمایان شده و زندگیشون چقدر تغییر کرد. با ما همراه باشین دوستان با بخش بعدی برنامه. تنها راه راستی عیسی مسیحه، تنها کسی که میتونه تو تاریک ترین نقطه ها حمایتت بکنه. چرا؟ چون ما از خدای واقعی نخواسته بودم. سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که این برنامه رو میبینن و از اونجایی که ما فارسی صحبت میکنیم، خب فکر میکنم 99% کسایی که این برنامه رو میبینن فارسی زبان هستن و پس سلام میکنم به همه فارسی زبانهای عزیز، ایرانی، افغان، هیچ فرقی نداره، و سایر کسایی که دارن این برنامه رو میبینن. من سارینا هستم، 27 سالمه. خب من کلن همیشه آدم جویندهی بودم، یعنی چون اون چیزی که تو زندگی داشتم، اون اعتقاد قلبی که داشتم برام کافی نبود و خیلی از سوالامو جواب نمیداد، به خاطر همین همش دنبال چیزهای مختلف بودم، کتابهای مختلف رو مطالعه میکردم. مثلا کتاب انجیل رو ما خب همیشه از بچگی توی کتابخونه خونمون داشتیم و انجیل رو من مطالعه کرده بودم،
و هیچ وقت نمیتونستم به انتها برسونم کتابو. همیشه تصمیم میگرفتم مثلا سال به سال که بزرگتر میشدم میگفتم دیگه خب مثلا امسال حتما متوجه میشم، بزرگتر شدم حتما متوجه میشم که چی نوشته. ولی حتی زمانی هم که دیپلم گرفتم باز کتابو مطالعه کردم واقعا متوجه نشدم چی نوشته. یعنی یک خط از نوشته های کتاب مقدس رو من نتونستم متوجه شم که اصلا درباره چیه. زمانی که بشارت خوش انجیل رو دریافت کردم گفتم که من این کتاب مقدس رو مطالعه کردم ولی هیچی ازش واقعا متوجه نشدم، یا سوادم نمیرسه، یا اینکه یه طوری نوشته شده که من متوجه نمیشم، نمیدونم به چه صورته. به من گفتن که فقط بگو من در قلبم رو برای خدا باز میذارم، در قلب من برای خدا بازه. من گفتم خدایا اگر هستی، اگر چیزی که اینا میگن تو هستی، پس میتونی خودتا به من نشون بدی. من در قلبم بازه برای تو و هیچ گونه بستگی نسبت به تو ندارم، تو خودتا به من نشون بده اگه واقعا وجود داری. اتفاقی که برام افتاد، من شروع کردم به خوندن کلام و واقعا متوجه می شدم. یعنی خط به خطش رو برام مثل اینکه یه عینکی زده باشم. قبلا مثلا مثل کسی که چشمش ضعیفه نمیتونه نوشته ها رو ببینه، بعد یه عینک مناسب که برای مثلا چشمش براش درست میکنن، مثل یه آدمی که چشمش بینا شده، واقعا برام کلام انگار مکاشفه شد و به دلم نشست. چون که من خیلی خیلی دنبال این بودم که یه چیزی پیدا کنم، یه راهی پیدا کنم، چون حالم خوب نبود، اون حال خوبه رو نداشتم. دائم رشته عوض می کردم، از این دانشگاه به اون دانشگاه شغل عوض می کردم، شغلای مختلف رو انتخاب می کردم، ظاهر خودم رو عوض می کردم، هر کاری می کردم اون چیزی که میخواستم نصیبم نمیشد و همیشه فکر میکردم یه زندگی دارم، یه نصیبی دارم که اون از من گرفته شده. این حس رو داشتم همیشه، دنبال اون چیزی که نصیبم بود همیشه میگشتم. هرچی هم بیشتر به دست میآوردم از داخل انگار که خالی بودم، انگار که دلم هیچ وقت راضی نمیشد از رشته تحصیلیم، از شغلی که داشتم، از ظاهری که داشتم، هیچ وقت راضی نبودم. دلم میخواست به آدما اعتماد کنم، به یه چیزی اعتماد کنم، ولی واقعا هیچ وقت اون شخصی که امین باشه بتونم بهش چیزی رو بسپارم تو زندگی ملاقات نکردم. مثلا یه استاد خیلی اسم و رسم دار شناخته شده، یا یه شخص خیلی روحانی رو ملاقات میکردم میگفتم این همون آدمیه که من میتونم بهش اعتماد کنم و دیگه میتونه اون آرامش قلبی رو به من بده. و هیچ وقت اون اعتماد رو، اون اطمینان رو در هیچ انسانی یافت نکردم. زمانی که ایماندار شدم و تو مسیر ایمان هرچی که جلوتر رفتم، پیش رفتم، متوجه شدم که اون اطمینانی که در انسانها یافت نکردم پیش خداست. خدا تنها شخصیه که هیچ وقت انسان بابت اعتماد بهش پشیمون نمیشه. خدا هیچ وقت دروغ نمیگه، تمام حرفای خدا راسته، کلام خدا حقیقته. هیچ وعده‌ای در خداوند بطلان نمیره، باطل نمیشه هیچ کدوم از وعده های خداوند. تنها شخصیه که وقتی وعده‌ای رو به آدم میده، اون وعده رو 100% و در بهترین زمان، در بهترین نحو انجام میده. اون حس درونی که من همیشه دنبالش بودم، سالها کار کردم، از 13 سالگی سر کار میرفتم،
انقدر شغل عوض کردم، انقدر رشته های مختلف عوض کردم، انقدر تو شرایط مختلف خودمو قرار میدادم، هیچ وقت اون چیزی که در زندگی دنبالش بودم نتونستم پیدا کنم. ولی زمانی که ایماندار شدم، تو مسیر ایمان قدم گذاشتم، تمام چیزهایی که من جنگیدم به خاطرش، خودمو خسته کردم، خودمو به آب و آتیش زدم، بی چک و چونه نصیبم شد. دلم آروم گرفت، اطمینان دارم، به فردا فکر نمی کنم، در دیروز چیزی ندارم که نابخش شدنی باقی مونده باشه بخواد خاطرم رو اذیت کنه. دیروزم رو بخشیدم، در امروزم دارم لذت میبرم و فردا فکر نمی کنم، چون میدونم خدا جلوتر از من فردا رو مهیا کرده. دیگه خودم رو خسته نمی کنم، با ظاهرم نمی جنگم، دنبال رشته های مختلف، شغل های مختلف نمیرم، به خاطر اینکه ایمان دارم اون چیزی که برای من بهترینه خدا برام مهیا میکنه. امیدوارم، امیدوارم که تمام اون سایه های تاریکی، تمام اون لعنت ها که سالیان سال بالای سر سرزمینم سایه انداخته و نور از سرزمینم گرفته، به اراده خدا برداشته شه و این نوری که ما دریافت کردیم تو این ملکوتی که ما داریم زندگی میکنیم، تو این آرامشی که بی‌بها، بدون هیچ بهایی نصیب ما شده، مردم سرزمینم که میدونم خیلی رنج کشیدن، خیلی دل شکستن، این نصیبشون شه. واقعا به امید پیروزی نور بر تاریکی. بله، شهادت ایمانی خواهر عزیزمون ساینا رو با هم شنیدیم. واقعا من خودم برکت گرفتم از شهادت ایمانیشون، چقدر به زیبایی در مورد زندگیشون صحبت کردم و مرسی بابت دعاهای بسیار زیبایی که در انتها هم با ما داشتن. خیلی میگم باز هم یه سری زندگیشون خیلی تاثیر. بریم با هم یه سری از پیام‌های دوستان رو باز هم بخونیم و بعد با بخش بعدی برنامه. الی فرستادن برای ما که درود بر شما و برنامه زیباتون، درود بر برادر حمید و نیلوفر عزیز، سپاس بابت پیامتون. مرجان عزیز فرستادن ممنون، درود و سلامتی خداوند با شما، مرسی برای زحماتتون برای جلال نام خداوند عیسی مسیح، آمین، خدا قوت. آمین. در فیسبوک یاسین ارسال کردن که دقیقاً درود بر شما با این برنامه مقبول شما، سپاس بابت پیامتون. و محبت 68-20 سلام به همه خواهر برادرای عزیزم. و ماریا هم ارسال کردن که درود بر کشیش آلبرت عزیز و همچنین آناهید گفتن درود بر کشیش آلبرت عزیز و گرامی، شکر برای وجودشون در خداوند، آمین، به نام پرجلال خداوند عیسی مسیح شکر برای وجود خداوند و کلام زندهش، آمین. آمین. ماریای عزیز پیام فرستادن برای ما، خانواده سیگنال عزیز شکر برای وجودتون، لطفاً برای زلزله زده های یکی از روستاهای استان کهگیلویه و بوی رحمت و برای افسردگی ایمان در دعا باشید و آرامش افکارشون. ممنونم، سپاس از پیامی که فرستادین و حتما در دعا خواهیم بود برای دقیقاً واقعا در این شرایط استان کهگیلویه، در این شرایط سخت واقعا فکر می‌کنم شرایط برای عزیزان در کهگیلویه واقعا سخت‌تر شده، امیدوارم که حضور خداوند با عزیزان باشه. دقیقاً ماریا دوباره ارسال کردن که شکر برای شما عزیزان و خادمین خداوند و آناهید، فیض خداوند پیوسته با خانواده الهی من صد سبن پارس و با تک تک خادمین برگزیده اش و با تک تک خواهران و برادران ایمانی در این جمع مقدس، سپاس بابت پیامت. ماریای عزیزم فرستادند که دوباره آمین و سپاس برادر آلبرت عزیز، برکت گرفتیم، شکر برای وجودتون، سپاس از پیامتون. ایمان ارسال کردن درود بر شما عزیزان خداوند و همچنین شفا ارسال کردن که برکت و سلامتی خداوند با شما، بسیار عالی بود، خوشحالیم که برنامه مورد توجهتون قرار میگیرم. خب آناهیت عزیزم دوباره فرستادن درود بر دکتر پریسای عزیز، شکر برای وجودتون، سپاس از پیامتون. کیوان هم ارسال کردن که درود و برکت به پدر بر شما خادمین، داشتن تعادل نیاز به داشتن تراز گرفتن از خودمان به صورت روزانه است، فیض خداوندم با شما، سپاس بابت پیامتون. و مارتا عزیز گفتن که دکتر پریزای عزیز مرسی برای یادآوریتون، بسیار عالی.
بله، سپاس بابت پیام تو مارتای عزیز. سپاس از مارتای عزیز بابت پیامش. درست. خب همینجا فکر می‌کنم بریم باز هم با بخش بعدی برنامه که بخش جالب برنامه هستش و یه تفاوت کوچیکی داره که همیشه بخش سینما هست، البته که حال بگم پیش بیش و یه همیشه با فیلم‌های خارجی رو معرفی می‌کردیم و فیلم‌های پربرکتی هم، ولی این هفته با یک فیلم ایرانی در خدمت شما هستیم ولی با نگاهی متفاوت. بریم با ما همراه باشیم، برمیگردیم همراه شما. با سلام خدمت علاقه‌مندان فیلم. فیلم امروز فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین می باشد. درباره جدایی نادر از سیمین هرچی گوییم شاید کفایت این برنامه را نکند. این فیلم که به خاطر سخنان ساختار شکنانه کارگردان فیلم در هر جشنواره جهانی که پانهاد توانست جایزه هایی را نصیب خود کند. فرهادی در مصاحبهش چنین گفته است: ما از دروغگویی آدم های فیلم بدمان نمی آید چون نیت آنها را درک می کنیم. آدم های فیلم در مقایسه با آدم های واقعی جامعه ما کمتر دروغ می گویند. آنها به راحتی دروغ نمی گویند و از دروغگویی خود رنج می برند. این خود یک طریق برخورد با فدا کردن ارزش های بشری به خاطر منافع شخصی است. طوری فدا کنیم که خرابی کمتری به بار آورد. به گونه ای توجیه کنیم که قابل پذیرش باشد و بدانیم که خود قربانی هستیم و سیستم ما را به سمت ضد ارزش ها سوق می دهد. چاره ای نداریم جز انتخاب تاریکی. اما آیا اینو برخورد درستی است؟ ممکن است ما نیز با دیگران هم صدا شویم که شرایط و موقعیت‌های زندگی ما را به سمت ضد ارزش‌ها سوق می‌دهد و ما کنترلی بر آن نداریم. ولی این پاسخ قانع کننده در دادگاه الهی نیست. ما نمی‌توانیم مکرراً شرایط و موقعیت‌های خاص و حتی انسان‌های دیگر را بهانه‌ای قرار دهیم برای توجیه ناراستی که از ما سرزده است. ما خود مسئول واکنش‌ها و اعمال خود هستیم. یک مسیحی باید همچون سرورش عیسی مسیح به هیچ وجه با ناراستی از در دوستی و رفاقت در نیاید. یک مسیحی نباید به خاطر منفعت‌های شخصی تصمیم بگیرد و تنها نفع خود را طالب باشد. ناراستی که ریشه در گناه دارد همیشه شوق آن دارد که بر انسان‌ها چیره شود. اما یک مسیحی اسلحه روحانی کامل خدا را برای جنگ با نیروهای شرارت در اختیار دارد. او تنها نیست که خود را قربانی شرایط ببیند. روح خدا تقویت کننده و مشوق است و در شرایط سخت ایستادگی و مقاومت می بخشد تا تسلیم ضد ارزش ها نشویم. چی شده واقعیت داره این که شوهرتون؟ بله متاسفانه حالش داده، اونم خود زنی بچه شد. خب من باید چی جواب بدم؟ نمیدونم آخه چی میخوام بپرسن والا. خب اگه یه چیزی پرسیدن که به ضرر شوهرتون بود؟ به نظر من شما واقعیت رو بگید. ما می توانیم همچون تماشاگران فیلم جدایی نادر از سیمین با شخصیت ها همدرد شویم و درکشان کنیم، ولی نمی توانیم دروغ ها و منفعت طلبی ها را تایید کنیم و آن را در شرایط خاص موجه بدانیم. در اصول و مبانی اخلاقیات مسیحی مرز خاکستری وجود ندارد. دروغ مصلحت آمیز و قرار گرفتن در شرایط دشوار برای استمداد از دروغ و پنهانکاری برای رسیدن به اهداف و نقشه‌های خود به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. با تأمل بر صلیب و قیام عیسی مسیح که به خاطر گناه جهان انجام شد، نگاهی به خود بیاندازیم. ناراستی که ریشه در شرارت داشت باعث شد که پسر خدا به جهان آید و رنج و درد را بر خود هموار کند و در بیگناهی مطلق بمیرد.
باشد که با نگاه به او ما نیز حاضر باشیم برای تسلیم نشدن در برابر گناه و ناراستی از الگوی مسیح درس بگیریم و تسلیم ضد ارزش‌ها نشویم. تو دروغ گفتی؟ چی؟ دروغ گفتی؟ چیا؟ همین که گفتی نمیدونستی رازی خانم حامل است. چطور؟ تو گفتی اون روز که خانم قراره داشت با رازی خانم حرف میزد حرفش رو نشنیدی. خب بعد از کجا شنیدی که خانم قراره شماره دکتر زن رو داد به رازی خانم؟ امیدوارم این بار این فیلم را با دیدگاهی مسیحی تماشا کنید. بله این بخش رو هم با هم دیدیم. من خودم این فیلم رو قبلا دیده بودم ولی خیلی مشتاق شدم که به قول دوستمون برم و از دیدگاه مسیحی این فیلم رو دوباره تماشا کنم. برای عزیزانی هم که شب واسه اولین بار برنامه رو میبینن، این فیلم بعد از برنامه، بعد که برنامه تموم شد، در کانال تلگرام ما قرار میگیره و شما میتونید فیلم رو به طور کامل دانلود کنید و تماشا کنید. و ادامه برنامه با پیام های شما عزیزان، میخواین شما بخونین پیام رو؟ اونایی عزیز فرستادن: بله ای پدر، مشتاق دیدار آن حضور شیرین تو هستم. ای قادر مطلق، ای خداوند، در نجات و شادی و آرامش روح از آسمان اعلالین باز کن بر روی ایرانم، ای پادشاه پادشاهان. آمین. سپاس از اونایی عزیز بابت پیامشون. دوست عزیز دیگه هم گوشتن بسیار مفید بود. درود بر خانم دکتر، به نکات خیلی عالی اشاره کردی. خانم دکتر عزیز، آمین که بخواهیم و خداوند هم کمکمون کنه تا در هر مورد اعتدال داشته باشیم. سپاس بابت پیامتون. با آنایی عزیز دوباره فرستادن: سپاس از برادر جیربت عزیز، فیض خداوند همواره با شما خادم برگزیدهش باد. سپاس از پیامتون. ایمان ارسال کردن که درود بر همه عزیزان که فقط با یاد خدا دلهایشان آرام میشود. سپاس بابت پیام پر از محبتتون. اورج جعفری پیام فرستادن برامون: من 3 ساله که از آزاد شدم و 3 ساله به خداوندم ایمان آوردم. 3 سال حضور خداوند رو در کنارم احساس میکنم و مهر و محبتش رو شاهدم. هللویا. سپاس از پیامتون که خوشحالیم که ایمان آوردین و به خداوند و به خانواده الهی خوش آمدید. دوستی عزیز ارسال کردن که سلام و درود خدا با شما، ممنون میشم برنامه‌های زنده رو اعلام کنین. برنامه‌های آموزشیتون رو و ما متاسفانه توی ایران هیچ امکانات کلیسا و خادمی نداریم. ممنون میشم یه برنامه آموزشی برای کسانی که پیغام خدا رو دریافت کردن و ایمان آوردن راهنمایی کنین. دوستان عزیز، شبکه سرسیم پارس برنامه‌های تعلیمی خوب بسیاری داره و شما اگر که مایل هستین میتونید عضو کلن کانال تلگرام سرسیم پارس بشین یا حتی اینستاگرام سرسیم پارس بشین که به صورت روزانه میتونید جدول برنامه ها رو مشاهده کنین. حتی از طریق وبسایت سرسیم پارس هم میتونید مشاهده کنین تمامی لیست برنامه ها، ساعت هاشون، بازپخششون، همه رو به صورت کامل در کانال یا حالا اینستاگرام یا وبسایت سرسیم پارس قرار داده میشه. امیدوارم که ببینید و مورد توجهتون قرار بگیره. تورج جعفری عزیز دوباره پیام فرستادن که خدای شکر برای خواهر و برادرای عزیزم، ازتون درخواست دعا میکنم. و اینکه سلام، درود خدا با شما، ممنون میشم برنامه های زنده رو اعلام کنید، برنامه های آموزشی. سپاس از پیامتون. امیر واتساپ هم در واتساپ ارسال کردن که آخ کشیش جلیل سپهر گرامی، واقعا با این ابیات که به کار میبره داغ ما رو تازه میکنه. سپاسگزارم برای وجود تک تک شما عزیزان مهربان. و من هم خودم خیلی دوست دارم که وقتی زمانی که کشیش سپهر صحبت میکنن واقعا روح آدم رو تازه میکنن، واقعا برکت میگیرن، مخصوصا که از مثل های قدیمی استفاده میکنن، کاملا ابیات در کتاب مقدس تلفیق میارن توش و حتی چیزش میکنن، یعنی با این ضرب المثل هایی که توی کتاب مقدس و ضرب المثل های خود دقیقاً یه روش آموزشی خیلی جدیدی هست که با توجه به ضرب المثل ها، ابیات، شعر ها، این چیزا در با هم دست به دست هم دارن و تونستیم یه بخشی از برنامه ما رو گرفتن و واقعا بابت برکت در برنامه مون داریم ما. دقیقاً آنایت هم دوباره ارسال کردن: درود بر کشجعیل سپهر عزیز و گرامی در خداوند، آمین. شکرت خداوند، شکر برای روح القدس، روح راستی خداوند. سپاس بابت پیام پر از محبت شما عزیزان و همچنین عزیزان دیگه که پیام فرستادن برای ما. فکر کنم این با هم همراه بشیم با بخش بعدی برنامه که سیگنال نیوز هستش. مثل همیشه با هم ببینیم این بخش رو، بعد برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
سلام، مارتا هستم با چند خبر. 20 فوریه و یا اول اسفند ماه برابر است با روز جهانی عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی یکی از شاخصهای کشورهای توسعه یافته می باشد. خدای ما تمام فرزندانش را به طور مساوی و بدون تفاوت و تبعیض مورد محبت قرار می دهد و نظر خاص به فرد یا جمع مخصوصی ندارد. به طور قطع می توان گفت که بهترین رهنمودهای عملی در برقراری عدالت اجتماعی را در انجیل می توان یافت کرد. 21 فوریه و یا دوم اسفند ماه به نام روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. زبان مادری نخستین زبانی است که کودک سخن گفتن به آن را یاد می گیرد. متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات پناهجویان و آوارگان در دنیا فراموشی زبان مادری در فرزندانشان می باشد. شاید به همین دلیل باید گفت که مهمترین کار خانواده در غربت برای فرزندان فراموش نکردن وطن مادری و زبان مادری و فرهنگ وطنشان می باشد. زبان مادری را فراموش نکنید. بله، این بخش رو هم با هم دیدیم. سپاس از خواهر مارتای عزیز بابت این توضیحات. واقعا من خودم نمی‌دونستم که روز جهانی زبان مادری هم هست و ممنون بابت اطلاع رسانیتون. خب بریم به انتهای برنامه رسیدیم همینجا و اگه مایل باشیم یه سری میشه گفت گفته‌های زیبایی که از افراد مشهور در مورد همین تعادل و میانه روی هستش رو با هم بشنویم، یه جمع‌بندی کوچیکی داشته باشیم و بعد هم با دوستان عزیز خدافظی کنیم. بنجامین فرانکلین میگه تلاش پشتکار و میانه روی برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد کرد. لئوناردو داوینچی هم میگه سبب اندوه هست که اشخاص در حد میانه نیز به حواس خود توجه نمی‌کنند. نگاه می‌کنند ولی نمی‌بینند. گوش می‌دهند ولی نمی‌شنوند. لمس می کنند ولی احساس نمی کنند. غذا می خورند ولی مزه آن را حس نمی کنند. واقعا که خیلی از ماها این روزها و همیشه گفت همیشه درگیر این مسئله هستیم که قدر هیچ چیز رو نمی دونیم. چقدر خوبه که ما شکرگزار باشیم. دقیقا. افلاطون میگه بزرگترین خردمندی خرد و معرفتی است که به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است و آن تسلط بر خود و حق طلبی و اعتدال نامیده میشه. ویندایر هم میگه افرادی که از کارآمدی بالایی برخوردارند در ایجاد توازن و هماهنگی مورد نیاز بین جنبه‌های گوناگون زندگیشان نیز مهارت دارند. کاملا درسته. و همچنین یادمون باشه که در رابطه هامون با هم با خدا با خدامون بله دقیقاً دچار افراط و تفریط نشیم و از اشتباهات انسانی فرار کنیم و سعی کنیم زندگی متعادل و پر از اعتدال داشته باشیم تا بتونیم هم به خودمون در ابتدا به خودمون به خانوادهمون به فرزندانمون و بعد هم به جامعه و میشه گفت در وسط جهانی کمک کنیم تا بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. در اصل باید سعی کنیم که هر چیزی رو در جای خودش انجام بدیم، نه چیزی رو زیادتر از حد انجام بدیم، نه چیزی رو کمتر از حد خودش انجام بدیم. سعی کنیم که میانه رو باشیم، وسط رو بگیریم تا بتونیم موفق بشیم. اصلا به قولم افراط و تفریط نداشته باشیم. دقیقاً دیگه موضوعی که امروز داشته باشیم. دقیقاً. خب دوستان عزیز ممنونین که بیننده برنامه ما بودین این هفته هم. اگر که دوست دارین و مایل هستین میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی که واسهتون زیرنویس شده در طول برنامه هم با ما در ارتباط باشین، پیام‌ها، نظراتتون، پیشنهاداتتون رو با ما در ارتباط بگذارین. ما در صورتی که تایم باشه میتونیم از کارشناسان برنامه‌مون بپرسیم و ممنونین که باز هم با نگاه زیباتون این هفته ما رو تماشا کردین. تا هفته دیگه شما رو به دستان امن خدا و امنش بریم. من هم به نوبه خودم از تمام بینندگان عزیز خدافظی میکنم و به امید خدا نگهدارتون.